بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم امروز درس دوم خدا بخیر که راجع به زمان گذشته است. عزیزان ما روز قبلی زمان ساده را خوانده بودیم و موارد مطالعه به امروز بس قرار دادیم. امیدوار هستم که از ویدیوی قبلی شما استفاده کرده باشین و امروز ویدیوی امروز که از مکمل راجع به مفهوم اساسی یا fundamentals of زمان گذشته است که بنیاد زمان گذشته به اساس چی پیدا شده، آیا زمان گذشته ما شما قبلا داشتیم، چند ساختمان یا structure زمان گذشته داره، چرا ما زمان گذشته استفاده میکنیم، چرا ساده گذشته میگیم، مفهوم میگیریم از تعریف توصیف از زمان و زمان ها یا اصطلاح زمان که استفاده میشه و مورد بحث قرار میدیم. و هدف امروز است که به اساس زمان ساده به تعقیبش، البته ما زمان گذشته را امروز مورد مطالعه قرار میدیم که ما چرا زمان گذشته را استفاده میکنیم، با فرقش با زمان ساده چی است و مفهوم اصلی زمان گذشته چی میباشه. خب بیایی ما شما امروز بحث ماست که سمپل پستنس این سه بخش کار میکنیم که زمان گذشته ساده در قدم نخست در اینجا ما سه مفهوم گرفتیم، البته یکیش تمرینات است که meaning and use، مفهوم و استفاده زمان گذشته، فرم یا استرکچر، شکل زمان گذشته و یا ساختمانش. و بعد از او یک مقدار اکسرسایز یا تمرین استفاده میکنیم، کار میگیریم، استعمال میکنیم که تا امی افعال را که خواندیم، افعال که در زمان گذشته استفاده میشه ما یه چطور در خانه خالی استفاده نماییم تا بدانیم که این شکل واقعیت زمان گذشته را با خود میگیره. خازیزا پیش از اینکه ما رجوع کنیم به تعریف و توصیف زمان گذشته، ما باید بفهمیم که نشته است در simple past tense یعنی زمان گذشته ساده، که ما چرا از زمان گذشته ساده میگیم و با وجود که این گذشته است چطور ما در این قسمت کلمه داریم به نام ساده و اینجا هم داریم سمپل داریم. گذشته چی معنا میده؟ زمان چی معنا میده؟ عزیزا همیشه که یک برنامه یک گرامر دستور زبان شما میخونین همیشه تحلیل و تجزیه کنین، عنوانه پرسان کنین که یعنی امی علمانایی که ما فعلا داریم سر میخوره یعنی. پس شما سعی کنیم که در این نیوت سمپل پستنس سمپل داریم، سمپل به معنی ساده، پست گذشته، تنس زمان. سعی کنیم ببینین یکی ما در سترکچر در زمان ساده داشتیم سمپل پرزنتنس. ما در اینوان گفتیم که چرا زمان ساده حال ساده میگیم؟ ساده به خاطر میگفتیم که ما در اشکال یا در افعال خود ما در حقیقت دو نوع فعل داریم، یکی regular verb است، یکی ما چی داریم؟ irregular verb داریم، افعال با قاعده و بی قاعده داریم. چون این ما میخوانیم بعدا باز سر از این بحث میکنیم. افعال با قاعده چی میگه؟ افعال با قاعده او افعال هستند که they have fundamental rules، آنها یک مفهوم اساسی یا قانون درست دارن، با خاطر اضافه کردن یا تغییر دادن زمان فعل ساده به گذشته. و ما اکثریت معمولا در آخر فعلای خود دی یا ایدی علاوه میکنیم، چون
از خود قانون داره ایره بدن کار میکنیم که در کدام فعلای ما چطور دی علاوه کنیم و ایدی علاوه کنیم. ولی الان ما قبول فهمیم که رگولار فور و افعال باقاعده و افعال هستن که معمولا در افعال خود در زمان ساده وقتی که ما تبدیل کنیم به گذشته دی ایدی میگیرن و دو شکل دارن، شکل اول شکل دو و شکل دومش هم در شکل حالت سوم هم استفاده میشه. چون اگر ما در زمان کامل باز ما استفاده کنیم ما میتونیم که شکل اول در زمان ساده، شکل دوش زمان گذشته، شکل سومش اونم شکل دومش هم در شکل سوم چون دیگه شکل از خود نداره یه باز ما میتونیم در زمان حال کامل استفاده کنیم میشه. ولی افعال بی‌قاعده چی میگه؟ افعال بی‌قاعده و افعال هستن که they don't have basic or fundamental rules که از خود کدام قانون یا کدام مقررات نداره که برای تغییر دادن شکل سادش به گذشته. صرف از خود سه شکل مختلف دارن، شکل اول، شکل دو، شکل سه. از خود چی دارن؟ یا سه شکل عمده دارن که ما در سالهای بعدی باز میخونیم که مانند اگر ما بگوییم که این قسمت speak صحبت کردن، مثلا speak شد، شکل دومش چی میشه؟ spoke میشه. شما میتونید که بگوییم که شکل دومش spoke است. شکل سیمش فقط شما همین چیز نشته میگن در آخر این علاوه میگن speak spoke spoken میشه. سه شکل متفاوت داشت ولی در فعال باقایده از خود شکل دیگر نداره، دو شکل داره. عزیزان اینجا ببینین، اینجا برای شما گفته که regular verb افعال باقایده، irregular verb افعال بیقایده. افعال باقایده که هسته کنین irregular verb هستی نیسته، بیقایده است. بعد افعال بیقایده رو باز نورمون کار میکنیم که اساسی مفهوم میشه که بعدشان به تی ختم میشن، بعدشان به دی ختم میشن، بعدشان به سم، بعض اوقات به ان تی خلاص میشن. چون افعال بیقایده شکل نسته کنین استدید، شکل دومش هم شکل سیم شده. ولی شکل اول ازی گیو از گف میشن با در آخر خود بعدشان چی میره؟ این میره. از این خاطر افعال بی‌قاعده ما از خود سه شکل می داشته باشن، مثل که من اینجا براتون بیان کنم، مثل که گفتم که speak مثلا نشته می کنیم که speak spoke spoken. اگر در افعال بی‌قاعده باییم مثلا مانند talk talked talked. در اینجا ما یاد میگیریم که افعال بی‌قاعده که از یک شکل زمان ساده ای گذشتهش میشه و ایش هم سادهش هست، شکل پرفکتش هست یا شکل سی و محالت ها که زمان کامل باز بایی رو میتونیم استفاده کنیم. پس در اینجا هم ما شما فهمیدیم که زمان ساده به خاطر میگیم ساده که گذشته ساده که ما شکل اول وقتی که ما به شکل دوم تبدیل میکنیم ساده فعل، البته ساده فعل تبدیل میکنیم او چی میشه؟ به ما گذشته میشه. سمپل به خاطر میگیم که فعل ساده به گذشته تبدیل میشه، بعد ما رو چی میگیم؟ سمپل پست میگیم. و تنس چرا میگیم؟ تنس امو وقت زمان با ما بیان میکنه که اینمی فعل ساده، چون فعل خودش عمل است. عمل چی وقت واقع میشه؟ مثلا go to school، اینمی go عمل کرد، ساده است وقتی که گذاشته شو کنیم went to. پس اینمی فعل در زمان یعنی در کجاست اتفاق بفته، در کدام وقت؟ پس از این خاطر میگیم simple past tense. پس مفهوم وزیر فاهم این باشه که زمان گذشته ساده به خاطر میگن که فعل ساده رو ما تبدیل میکنیم به گذشته، ساده گذشته میشه یا گذشته ساده. پس
زمان چی میکنیم؟ زمان به خاطر میگیم که در آخر که ما امی فعل ما این امی عمل ما وقتی که در یک وقت معین در یک روز تایم وقت هر وقت که باشه دقیق باشه و ما اتفاق میفته اون امور ما زمان تنس میگه میشه. پس عزیزان اگر ما تو بحث کنیم که زمان ساده گذشته به اساس زمان ساده به وجود میه، زمان گذشته هرگز ما زمان گذشته نداشتیم و نداریم، چون اگر شما عمقا فکر کنید که هر حرکت زمان ساده ما به ما گذشته میشه. مثال ما میگم که دو حالت باز ما زمان گذشته میداشته باشیم و دو حالت زمان ساده هم داریم. یکی زمان ساده که ما میگم که فعلا ما در خانه هستم کدام عمل کرده وجود انجام نمیتم، یکی زمان ساده داریم که ما عمل اجرا میکنم. پس این همیه رو ما گذشته جور کرده میدانیم. مثال ما امروز مثلا میگم که I go to school، ما مکتب میرم. اگر من نرم یه عمل به ما کجا سال گذشته میشه؟ ارگست نمیشه. و اگر عمل اجرا نکنم طبعا دیگه موجودیت منشان میده. خب ما هیچ عمل اجرا نمیکنم و میال سنف هستم. من میگم که I am in the class، من در سنف هستم. پس فردا با خود چی میگم؟ یا یک دقیقه بعد، یک ثانیه بعد، هر ثانیه که تیر شد با ما گذشته میشه یک دقیقه بعد میگم. بیا تخمینی میگم که یک ساعت بعد چی میگم؟ یک ساعت بعد من در سنف بودم، پس یعنی چی شد؟ گذشته شد. یعنی بحثات زمان ساده گذشته به وجود آمده. در حقیقت ما زمان گذشته اصلا نداشتیم و نداشتیم قبلا، چون دانشمندان قسم فکر کردن که اگر ما ساده زاده جور کنیم در حقیقت بعدی از این خود یک زمان دیگه بیه که یک ثانیه یا یک دقیقه، یک ساعت، یک روز، یک ماه، یک سال، یک هفته سر ما که تیر شده یک عمل ما یاد کنیم ایر بنامه چی؟ باز از این خاطر گفتن که سمپل زمان ساده اگر تبدیل شده به حالت دیگر گذشته میشه و وقت دقیق تر زمان میشه. از این خاطر ما چی میگیم؟ simple past tense. که عزیزایی رو فهمیده باشین که مفهوم اساسی زمان گذشته به اینی اساس به وجود آمده. حالا ما هم همین سه بخش انشاءالله رو کار میکنیم که قدم به قدم پیش میریم انشاءالله. میمیشه به ما در تعریف قسم بیان کرده که meaning and use. نوشته است که simple past tense expresses the idea that an action started and finished at a specific time in the past. یا شما که تعریف دیگه هم کده میتونیم این که simple past tense is used to express an action or idea that is start and finished in a particular time in the past. یک تعریف دیگر هم شما کده میتونید که simple past tense shows an action or situation that is start and finished in a particular time in the past. یک تعریف دیگر هم شما میگین که simple past tense started and finished in the past. پس ما دیگه تعریف میگیم که زمان گذشته ساده میگه expresses بیان میکنه مفکوره را، یک عمل را، that action میگن یا or an action میگن، شه مشکل نیست اینجا. that یا or an action میگن start and finish in a specific time in the past. زمان گذشته ساده express گفتیم چیست؟ زمان گذشته ساده بیان میکنه یک مفکوره یا یک عمل را که آغاز شده و ختم شده در یک وقت چی؟ معین در گذشته. زمان گذشته ساده یک عمل را بیان میکنه که شروع شده و ختم شده در یک وقت معین. یعنی از این طریق قسم میگیریم که مفهوم شده که یک عمل در یک وقت شروع شده و ختم شده. یک کس یک عمل شروع کرده ختم کرده، یک کار کسی یک جایی رفته پس دوباره در روز آمده، یک نفر کشته در روز پس کل کارش خلاص شده، یک نفر یک نان خورد در روز نان خوردن شروع کرده کار خوده خلاص، یک نفر زجان شویی کرده زجان خوششته در روز و ختم هم کرده. پس چیست؟
زمان گذشته است که یک عمل نشان می دهد که در گذشته کار شده و پس در اون زمان چی شده؟ ختم شده. مثل که مثال ما شما می گیم درس می خوانیم، زمان حال جوری است. اگر ما بگیم که I go to school every day، من هر روز مکتب میرم، این حاله رفتی مکتب هفت صبح، چهار دیگر آمدی یا 12 بجه آمدی، پس اونم یک روز رفتی هم درس هم خواهدی، پس دوباره آمدی نی؟ پس با ما چی شده ناله؟ این حال چی میگه؟ ما دیروز رفتم مکتب، ای رفتم چی مانا؟ رفتم مانا پس آمدم، گفتم که به اساس زمان ساده ما چی وجود میه؟ زمان گذشته وجود میه. امکان ندارد زمان گذشته رو بگیم که ما دین روز در حالت مکتب رفتم، ای خب باز زمان دیگه سر میخوریم، زمان گذشته جوری میشه. پس زمان ساده به می احساس است که یک اول نشان میده که در یک وقت معین چی شده باشه، شروع و ختم شده باشه. مثلا شما میگین که من روز مکتب میرم، دیروز مکتب رفتی هفت صبح، چهار دیگر آمدی، پس این حال چی میگیم؟ I went to school yesterday at 4 o'clock at 7 o'clock. پس اینجا شما در اینجا شما ذکر میکنین که ما دیروز رفتنتان هفت صبح گفتین رفتیم و پس دوباره میدونین میگوین که and I came back and علاوه میکنین که ما پس دوباره آمدم چهار دیگه، ولی در زمان ساده میگین که ما هر روز ساعت 7 بجه میرم. این حال اینی آمدنت بر همگی دقیق است که هفت کسایی که هفت صبح مکتب میره، کسایی که 8 صبح پنتون میره، کسایی که شب پنتون میخونه، کسایی که مثال 12 بجه پنتون، بر تایم شما شما معین است که 300 پنتون است، 200 پنتون است، 500 پنتون است، 700 مکتب است، 100 کورس است، 200 کورس است، به این شکل است. پس این حال شما میتونید که تایم آمدنتان را هم شما در این قسمت ذکر کنید، میگه که I went to school yesterday at 7 مساعت اوجه مکتب رفتم and I came back at 4 o'clock و ما پس آمدم ساعت 4 عصر. پس اینجا معلوم شد اگر شما 4 عصر شد بیان نکنین، پس وقت دقیق بودن رفتنتان بر شما نشان میده که شما دیروز رفتین ساعت 7 بچه و پس آمدین ساعت 4 بچه. اگر ذکر هم نکنین فقط تایم میشه براتون چی میگن دقیق نشان میده. خب اینجا بر شما گفته که What are some common time expressions used with the past tense؟ بعضی از اوقات زمان داریم ما مانند یسترده، مانند last month که هر عمل ما را میتونیم که دقیق بودن گذشته شما نشان بده. یک کار کردی یک ماه پیش last month، حالا برای جمله استفاده میگی که مانا ما ماهی گذشته خب به سفر بودم یا ماهی گذشته من شما را دیدم یک جای و یسترده دیروز من رفتم. لست یار سال گذشته و می شکل لست ویک و می تونه که 2 hours یا 4 hours ago مثلا می که I went to Pakistan last month yesterday, last year, in 1980 در سال 1980 یا میگه که 2 weeks ago, 3 weeks ago, 4 weeks ago میتونه شما از چی کنیم؟ استفاده کنید. پس این چیست که این اکسپرشن ها اصطلاحات زمان است که ما روزمره در همین هر عمل ما میشه که اگه عملتان در این سال اتفاق افتاده باشه که میگه در این قسمت، پس این رو بدونین که این تمامش در ساده استفاده شده که آل ما یادش میکنیم با ما چی میشن؟ گذشته میشن. خب دیگه داریم graph of simple past tense. graph عزیز که ما در زمان ساده هم درباره graph ها بحث کرده بودیم که کردیم که خود زمان به 3 حالت تقسیم میشه، داشت که در قسمت ما now داشتیم و past داشتیم، این طرف future است. 3-4 پس چند میشه؟ 12 زمان میشه. حالا تنها سر گراف زمان گذاشته میم زمان ساده چه قسم بود؟ به می شکل پیش میرفت. چون زمان گذاشته در قسمان گفته بودیم که اطلاع میدانیم باییم که در گذاشتان بودم حالا هست و در آینده هم میرن. چون مثلا میگه که I go to school اول دی من روز مکتب میرم، دیروزم رفتی، امروزم میری، فردام میری.
ایره هم گفتم میتونیم. اما زمان گذشته را چی میگم؟ به اساس زمان گذشته ما اونمو مکتب رفتن ما، چون اینجا در تعریف گفتیم که شروع و ختم شده باشه، ولی زمان صادر نگفتیم که شروع و ختم شده باشه. بعضی کسا سرچ صاحبتان سوال خلق شده که گفته شده که در زمان گذشته صادر که یک عمل نشان داده که در صادر گذشته هم بوده است، حالا ما سوال آیندان میره. چون گفتیم ما هر روز اتفاق مفته، یه هر روز اتفاق نمفته، این سر گفتیم که ماه گذشته رفته، حالا دیگه خو نمیرم، دیروز خو نرفتیم، پریروز خو نرفتیم. یا میگن که I went to school yesterday، من دیروز مکتب رفتم، ولی نمیگم که هر روز مکتب میرم. اگر بویم که منظورم از هر روز رفتم باشه، باز من دیگه نمیگم که از زمان گذشته استفاده نمیکنم، از زمان ساده استفاده میکنم. اگر از من که سوال پرسیدن بکنه که آیا مکتب رفتی دیروز؟ بله دیروز مکتب رفتم. آیا هر روز مکتب میری؟ بله هر روز مکتب میرم. این چی شد؟ زمان ساده و گذشته تفکیک شد. ولی در گراف چی میگه؟ علامه چلیپا در زمان این طرف گذشته است. چون بر شما میگه که زمان گذشته یک عمل شروع میکنه در گذشته و در گذشته چی میکنه؟ ختمش میکنه. یعنی از این چلیپا دیگه، یعنی این زمین قسمت گراف دست چپ پیش دیگه نمیره. چون در تحریف گفتیم که زمان گذشته اگه عمل نشان میده که در گذشته شروع به ختم. اگر این قسم مثل زمان ساده وار پیش میرفت، بازی خوب باز او خود زمان ساده که هر روز اتفاق نمیفتاد. پس از همون خاطر است که بمیگیم که صرف اینی زمان گذشته است گرافش که در این گذشته شروع، در این گذشته چی شده؟ ختم شده. یعنی امکانات از این در آینده نیست. اینه متوجه باشید. استرکچر ساختمان عزیز که ما چهار در یک گرامر همیشه معمولا متوجه باشیم که چهار حالت به خود میگیرن. یکی جملات بیانیه داریم ما شما که subject plus second form of the verb داریم plus complement. در اینجا عزیزا ما شما قبلا هم بحث کردیم که سبجکت و سبجکت داریم، سبجکت به معنای فاعل کننده میشه، یعنی امو کننده ما شخص میشه، شخص یعنی اسم است. و سکند ورب به خاطر میگه ما شما که در زمان ساده گفتیم که پیشتر هم بحث کردیم که زمان ساده فعل اول است، وقتی که با ما از فعل اول به فعل دو تبدیل میشه، چون زمانو میگذره ساده به گذشته میشه، امو فعل ساده ما را به نام یاد میگیریم سکند ورب، شکل دوم فعل. چون بیشتر به شما خوب به فصاحت گفتم دانه که فعل ما دو حالت داره و سه حالت هم داره، افعال بی قاعده ما که ما شکل تغییر بدیم شکل دوم میشه. و کامپلمنت چیز قبلا هم سرش بحث کردیم که a word which finishes a sentence، وقتی که یک کلمه یک جمله را ختم میکنه او را ما گفتم میتونیم چی؟ تکمیل کننده. چون اساس بساس جمله، ساختمان جمله از دو چیز گرفته شده، یکی به معنای سابجکت فاعل مبتدا و دیگر ما داریم ورب خبر داریم. که هر زمانی که در یک جمله ساختار جمله دو چی شده که وقتی که فاعل فعل در جمله بود جمله تکمیل است، و جمله رو میتونیم که سه بخش دیگه هم تقسیم کنیم، فاعل فعل و دیگهش به معنای عبارت میشه. به شکل اگر ما مثال بگوییم که I go to school، ما میگیم که I went to school yesterday. شما عزیزا این قسمت این سابجکت شد و این ورب ما شد، این ساختار جمله شد. به اساس از این که تمامش به این شکل پیش میره، اینی قسمت به نام فریز یا عبارت میگیم. یک جمله ما ساختار است، مثلا سابجکت شد پلاس ورب است پلاس اونمو کامپلمنت به نام فریز یاد میکنیم یا تکمیل کننده اونمو جمله چی میشه؟ عبارت میشه. پس اینجا هم به میشکل است نگاتیو ما جمله بیانی منفی داریم. ما بیانه به خاطر میگیم که ما حالت بیان میکنیم، میگیم که او شخص مکتب میره، ما مکتب میریم، شما مکتب میریم، بیان کردم.
خبرها کسی که خبر میگه، در تلویزیون شده باشین خبر است، براتون گفتم این کلش جمله رو بیان است. یک نفر قصه براتون میگه، حکایت میکنه، کلش بیان است. وقتی که ما بیان به شکل منفی تبدیل کنیم که این کار نمیکنه، نمیکنه، او نکرد با من کار، من نرفتم، پس چی شد؟ بیان کردم ولی به شکل منفیانه. پس اینجا هم گفته که بر شما سبجکت پلاس دید اینجا استفاده باز میکنیم، چون ما از کلمه که در زمان گذشته ساده ما از کلمه دو و داز استفاده کردیم، پس شکل هر دوی از این به ما چی میشه؟ اما از دید استفاده میکنیم معمولا. ما در اینجا میگیم که دید یک شکل فیل اگزیلری است که انجام دادن به ما نشان میده. مثلا میگه I don't study English، این اگر با گذشته داده کنید don't چی میشه؟ didn't میشه، نه؟ چون ساده است، ساده با گذشته داده میشه. یا مخت اختصاری هم میدین یا not simple form شکل دوم، نه شکل اول plus complement. عزیزان متوجه اینجا باشین که وقتی که ما، شما شاید متوجه باشین که ما یه شکل دوم داشتیم در این چون شکل simple form، وقتی که ما did در یک جمله یک گذشته استفاده کردیم کل مفهوم اینه می کش میکنه بخود، پس نیاز نیست که ما شکل دوم فعل با یک دیگه استفاده کنیم. یعنی در یک جمله دو گذشته امکان نداره که استفاده شد. در بجز جملات اکتیو وایس، پاسیو وایس که با شما نشانا میخونین که معلوم مجهول دوم میتونه که ما شما دو گذشته استفاده کنیم، ولی در این چیز دیگه ما به خاطر دو گذشته نمیتونیم که یک فعل ما حالت گذشته داره، چون این عمل نشان میده وقتی که عمل نشان داد که انجام دادن ما را که بکنیم یا نکنیم، کردن و نکردن است، و اساسی عمده فعل ما که از شکل اول به خود میگیره. مثال سعی کنید، من میگم که من نمیرم، من یا مثال کار نمیکنم. شما اگر نمیکنم، نمیکنم سعی کنید don't از work نمیتونه که منفی جور کنید، پس نمیکنم که don't است. don't شما گذشته کردن دیدن بتین. اگر شما عادی کار کنید، مثال ببینید عزیزم، مثال میگه که I work in the bank، من در بانک کار میکنم. اگر ما من در بانک کار نمیکنم، سوری اینجا خوب سعی کنید، ما فعل اصلی رو گذشته ساختیم. اگر من اینجا بویم که من کار نمیکنم، من مجبور در زمان ساخته بایم I don't work in the bank. خوب سعی کنید، بس من به اساس بنیاد از زمان ساخته براتون کار میکنم. I don't work in the bank، در بانک کار نمیکنم. انجام ندادن به این شد فعل اصلی که کار است، این نیست، ایلی تخیر ندادی. من این نمیره گذشته تبدیل میکنم I didn't. متوجه هستین؟ don't بچه داده شد؟ اصلا به شکل است I do not، یا بچه شکل تبدیل میشه I did not، یا اختصاری ها بده میشه. در اختصاری ها چی میگرین؟ این رو مکمل پیش میارین، ایش هم در اختصاری ها چی میگرین؟ پیش میارین didn't میشه I didn't work. هیچ نیاز نیست که من تغییر بدم، به خاطر که ما فعل اگزیلری کمکی خود کل گپ سر چیز انجام دادن ندادن چی؟ این عمل اصلی دا، این عمل اصلی اگر ما این را هم گذاشته بودیم، باز دو عمل کرد در گذاشته نمیه، نمیشه که من نکردم کار کردن نمیشد، نه تو بک رقم مفهوم نمیده. پس از او خاطر است که ما معمولا وقتی که ما از دو دست استفاده میکنیم فعل اصلی مصفه میشه و گذشتهش هم دد است که didn't است، یا دد سادهش مثبتش است و didn't چیست شکل منفی شد. وقتی که منفی شد شما پس فعل چی میکنین؟ یا اگر ساده اگر در جمله مثبت هم استفادهش کنین این گذشته است، در یک گذشته فعل اصلی ما استفاده نمیشه. پس یک اپ مهم است که شما بعض اوقات اگر شکل دوم فعل شما نمیفهمین، مثال ما تیچ است، شکل دوم از ایره من مثال ما نمیفهم که چی است، همین
میگم من در جمله چه سمسا کنم؟ شما هیچ تشویش نکنید، فقط از فعلای تاکیدی امفاتیک دوی گذاشته. مثال ما میتیم دو دید است نه؟ مثال من هم میفهم من چطور در گذاشته است فرزم. فقط شما چی کنید؟ I did teach English language yesterday. پس در این قسمت بر شما واضح شد که اینال من تدریس کردم، کارتون بخی آسان شد. بازم شما سعی کنید، بازم اما شکل گذشته رو نفهمیدی، بازموش این گپ شد فعل حالت عادی ماند. اگر بفهمی باز تو نیاز نداری دیگه که دد استفاده کنی. اینجا میگه I taught English language yesterday. متوجه شده این دیماز مثلا نه؟ که اینجا اگر من نفهمم زمان گذشته رو فعلش، من از چی استفاده میکنم؟ از دد استفاده میکنم، ایران به حالت اول برمیگردانم. ایران اگر نیک گذشته شما میفهمید نیاز به دد دیگه ندارم. بیشتر مسئله گپ ما قسم شد که وقتی که مدد میتونم چرا دیگه فعل ساده رو استفاده شکل گذشته بسازم؟ پس اگر باز ما وقتی که از منفی استفاده کنم مجبور هستم که didn't بتم اینجا، باز او وقت teach مجبور هستم که اضافه کنم. پس این مفهوم اساسی زمان گذشته است که ما معمولا در ترکیبش از امیان استفاده میکنیم. و در سوالشون دیده سر جمله میاریم سمپل فارم، باز هم همون شکل ساده فعل است گذشته استفاده نمیشد، جمع تکمیل کننده و شکل منفی سوالی است که باز پلاس دد نات سبجکت است استفاده میکنیم با شکل فعل اساسی و تکمیل کننده. امیدوار است که درباره استرکچر فهمیده باشین. سوال داشتین میتونیم با شما پرسن. خب گذشتهش همه مثلا میگیم که مثال I saw Maria yesterday. I saw Maria yesterday. من دیروز ماریا را دیدم. اگر قسم بگویم که من دیروز ماریا را دیدم، مثلا جمله دری مارا، ترجمه دری مارا، من دیروز ماریا را دیدم، در حالی که اینجا دیروز نیست. سعی کنین اینجا من سا بودن است، گذاشته است من دیدم ماریا را دیروز. ولی اگر ما معمولا طبق معمول همیشه غلط ما ترجمه میکنیم، از همین خاطر است که ترجمه دادیم و به اساس زمان انگلیسی سر نمیخوره. و نمونت وقتی که ما یک نفر جمله میگم او رو ما میخواییم تبدیل کنیم به زمان، به جمله، او جمله از پیش ما غلط میشه. اون زمان خاطره که جمله بندی رو ما نمیتونیم استفاده کنیم. مثلا امیر ترجمه کنین، من میگم که من ماریا رو دیروز دیدم. من ماریا رو دیروز دیدم، در حالی که اینجا قسم نیست، من دیدم ماریا رو دیروز. اول هم شخص است نه؟ باز عمل اجرا میکنه، باز عمل مو آبجکت و ما پیان میکنه، مفعول. بعد از او تایمش نشان میده که در این وقت دقیق مایار شما اینجا دیدین، اینی مفعول است اینجا دیدید. ولی تو نمیشه که من دیروز اول فاعل، باز زمان، باز فعل، باز ماریا در آخر. این از همین خاطر است که جملات در این ما شما عزیزان به اساس استرکچر در این ما البته غلط ترجمه میشه. این می غلط ترجمه شوه، معمولا هیچ کس مشکل است به هر کس که جمله را پس به انگلیسی ترجمه کنه. اگر ما بگویم که من نان میخورم، دیگه رو جمله غلط است. من نان میخورم، چون همیشه ما در استرکچر تاکید کردیم، در زمان ها تاکید کردیم که اول فاعل می، باز فعل می، باز تکمیل کننده. ما اول چی میکنیم در جمله دنی ما؟ اول فاعل استفاده میکنیم، باز تکمیل کننده را استفاده میکنیم، باز می چی میکنیم؟ یا مفعول استفاده میکنیم، باز فعل استفاده میکنیم. یزدیم اساس میز که جمله جور کردن در این ما شما به اساس انگلیسی غلط است. اگر ما بگیم که آی من آب می نوشم، غلط نه؟ بگویم که من می نوشم آب. پس اگر نمیرم به انگلیسی دارگیم، مثلا می گه آی واتر درینگ میشه. در حقیقت چیز آی درینگ واتر میشه. خب خیلی پس این چیز تک شکل دوم فعل است. این جمله مثبت دی گات مریت، پس این چیز فعل زمان گت است، شکل دوم گت است. They got married 2 years ago. آنها 2 سال قبل عروسی کرده. اینجا برای شما میگه These actions are over and finished. این عمل ها خلاص شده. این شخص عروسی کرد 2 سال قبل ده. خلاص عروسیش خلاص شده. تو نمیدونم نداره که مثلا
یه 2 سال قبل بدین صدا که آهنگ کردم میره هر روز این محفل گرفتم میره نه خلاص یک شب بود خلاص آیسا ماریا سری ما دیروز فقط ماریا دیدم دیروز 8 بجه ساعتش دیدنش نفتم مثلا خلاص 3 بجه 2 بجه 10 بجه 11 بجه عملم چی شد خلاص دیدم یک روز ام دیدمش ام عمل ختم کردم هر معامله کردش داشتم مثلا دیدمش کدام گپ داشتم این کارم تمامش چی شد خلاص شد و امروز دیگه من میگم که حالا با ماریا نیستم دیروز ماریا رو دیدم امروز ما نمیبینمش پس اینجا با شما میگه subject plus second form of the verb plus complement ای چیز هک فرمول بیانیش است پس شما میتونیم که how do we form the simple past tense چطور میتونیم که شکل اگر شما سوالیه جور کنید معمولا همیشه ما شما رو گفتم دارم که نشته است که نشته است که I saw Maria yesterday سوالیش حرف اول کلان did I see Maria yesterday آیا ما ماریا را دیروز دیدم سوالیه کوشش کنید سبجکت ها شکل اول فعل یا فایل دانه چی کنین بزرگ بسده I didn't see Maria yesterday نقطه اینجا هم بیانه در بیانه نقطه صورت میگیره پس ای سوالی ازی شد میره بخواییم سوالی اجور کنم didn't در جای I میه I didn't در جای didn't میه didn't I see Maria yesterday آیا من ماریا را دیروز ندیدم آیا ندیدم ماریا را دینه روز سعی کنین I saw Maria yesterday من دیروز ماریا را دیدم did I see Maria yesterday آیا من دیدم ماریا را دیروز I didn't see Maria yesterday من دیروز ماریا را ما ماریا را دیروز ندیدم Didn't I see Maria yesterday? آیا ندیدم ماریا رو دینه روز؟ پس به می اساس است که پس به می اساس ما چطور بتانیم دیگه است که How do we form the simple past tense؟ شکل یا ما چطور زمان گذاشته را شکل دهی میدیم English has 2 types of verb in the past tense معمولا بیشتران با شما میلید بحث کردم گفتیم که زبان انگلیسی 2 نوع فعل داره در زبان انگلیسی یکی regular verbs هست یکی irregular verbs داریم ما شما که regular verbs افعال با قاعده است irregular verbs افعال بی قاعده می باشه میگه look at the following list of past tense verbs which verbs are regular and which are irregular ببینیم که یک شکلی از افعال بردان داده میشه اینجا ببینیم که کدامش با قاعده است بی قاعده است یک با قاعده بی قاعده است در از یک بحث بسیار بزرگ است که باز بعدا سرش بحث میکنیم سر افعال پرسیم فقط اما که بنیادش بفهمیم که افعال با قاعده افعال است که از شکل اساسی داره به خاطر جا گذاشته ساختنش از شکل ساده به گذاشته دی وی دی میگیره یک با سر از شکل دادن است که چه قسم ما شما بس میکنیم که دی وی دی میگیره و چطور افعال به قاعده من بعضی جان به دی ختم میشن به تی ختم میشن انتی ختم میشن پس سر از این بس میکنیم آن فقط هم به خاطر کنترل عمل ما که چون سر از این ما فعلا کار ماست بس میکنیم اینا taught walked studied gave became cried lived did کلش گذاشته است ساده شما نشان نکدیم به نظر شما taught ساده چی میشه؟ teach است نه؟ walked ساده چی میشه؟ walk میشه ایدیش از من میره نه؟ studied study why میگیره؟ gave میشه giv cried گریان کردن sorry became است اصلا گذاشته چی میشه؟ became میشه cried اصلا cry cry است گذاشته واش با I چی الان میگیره؟ ایدی lived livers تنها دی گرفتن دوز چی میشه؟ دیت میشه بین تا چی شد؟ ارگلر شد
واک چی شد؟ ریگولر شد. قبلا سری بس کردیم. استدی چی شد؟ ریگولر شد. گیف چی شد؟ ایرگولر فرد. بیکیم چی شد؟ ایرگولر شد. کرایت ریگولر شد. لفت ازی وان دیز هم ایرگولر. چرا اینجی دیم که اینون بعض کسا فکر میکنه که دید چطور ایرگلر شد. بیشتر گفته بودنه که بعض افعال بی خواهده هم از که بدی ختم میشن. پس شما به این بازی نخورین که ما گفتیم که همه که افعال بی با قایده ما بدی ختم شد که میدادم شما دید هر فیلا بدیدین که بدی ختم شد و شما چی میگه میگه برو خیانه این با قایده است. در وجود خود اصلا او بی قایده است. این قانون شباد بدن میخوانیم که بعد گفتیم افعال بی قایده بدی هم خلاص میشه بدی هم خلاص میشه. کی کدام شواهد ما بشناسیم ولی افعال بی قاعده محدود است باید ازیاد شود. مال بی قاعده زیاد نمیشه چون افعال با قاعده زیاد است. بی قاعده را زیاد کو هر وقتی که در جای سر میخورین شما معمولا فعل سر میخوره که برتون متردد معلوم میشه شما پرد نمول است که پشتون است. سر میخوره که بی قاعده یا با قاعده است شما باز وقت میفهمید. از خاطر بی قاعده زیاد میشه که محدود لیمیت است خود داره. پس عزیزایی رو ما شما فهمیدیم که ایرگولر ورب و ریگولر ورب هست. پس اینجا بر شما یک بیان کرده که ریگولر وربز آر ورب دات اند ود ایدی. افعال با قاعده افعال هستن که در اخیر خود یا با خاتمه ایدی ختم میشن یا خاتمه میدن افعال خود با ایدی یا دی. سمپل فرم از شکل سادهش با شکل گذشتش مانند walk steady بیشتر گذشتش را خوانده بودیم cried live اناله walk اصنی walked شد steady چی شد steady اصنی پس وایش با آی تبدیل شد چی علاوه کردیم ایدی علاوه کردیم شد cry عرفی لایک باز خویی گفتم پیشترم که به حال به فکر شما که چی دیگه نگرده که باز ما سر فیل اساسات فیل که رسیدیم ای که با وای خلاص شود ای که به ای خلاص شود چی این حالا شما ما قبول فهمین فیلن که افعال ما که با وای خلاص میشن وایش به آی آنتا میمانه در آخر چی را میکنین؟ ایدی حالا میکنین چه؟ و لف به ای شکل است ایدی حالا باش میکنین چون ای داره یک دیالا میکنین لفت میشه. پس به این اساس ما شما تو فهمیدیم که افعال با قاعده چی نام از افعال است که ما به خاطر علاوه نمودن دی یا ایدی با وای خلاص میشه واش با آی و ایدی علاوه میگیره میشه. Irregular verbs are verbs that don't end with ed. افعال با قاعده افعال هستند که با ایدی چی نمیشن اینها ختم نمیشن شکل تغییر میکنه. Some irregular verbs have a vowel change in the past tense. بعض افعال بی قاعده که از خود یک واول داره که واول ها در زمان گذشته چی میکنن؟ تغییر میکنن. Examples. Simple form, past form. Become. سعی کنیم اینجا ما شما در حقیقت فکر کنیم واول ما تغییر میکنه. چون ما قبلا بر شما گفتیم که افعال بی قاعده از که شکل تغییر میکنه. شکل به این معنا که در عمقش مهم که در حقیقت خویی ما در هر کلمه خود اگر واول داشته باشیم کلمه ما مفهوم و منطقی نداره. پس از همین خاطر از واول به خاطر میگیم که صدادار در بین کلمات بی صدا ایجاد میشن از خود مفهوم میده این رو ما صدادار میگیم. پس در شکل افعال بی قاعده از که معمولا افعال و حروف واول از تغییر میکنه. Become از اوز او چی شد؟ Became شد. Give سعی کنی که آیش با چی تبدیل شد؟ با گف واول است نی؟ Drive او نه آیش با چی تبدیل شد؟ با drove صرف واول ها را تغییر دادیم. Forget او نه forgot شد. دیگه داریم other irregular verbs have a different kind of change. ببینید سعی کنید بیشتر هم گفتیم که در افعال بی قاعده خوب دقت بکنید که افعال بی قاعده که صرف واولاش تغییر میکنه. از این خاطر شکل اساسی نداره. حرف واول در بین میه، حرف در اول میه، حرف او میه، حرف ای میه، حرف آی میه. از این خاطر است که افعال بی قاعده از خود شکل نداره. یه گفته که have different kind of changes. بعض
بعض دیگر افعال بیقاعده است که تغییرات مختلف درشان وارد میشن. example simple past teach این پیشتر گفتم دارن که بعضشان به دی خلاص میشه بعضشان به تی خلاص میشه ماننده teach taught bring brought leave left hear heard از بعضشان به دی خلاص میشه بعضشان به تی by bought Omar bought a new computer last weekend. پس ما این هم فهمیدیم که بعد افعال بی قاعده هست که به شکلهای مختلف دیگر هم دارن اینها. چون یک افعال که هست یک بحث بسیار عمده داره که بخیر باز ما شما انشاءالله سر فعل رسیدیم به ویدیوی بعدی می داشته باشیم. ویدیوی بعدی است که درباره افعال است که افعال چه قسمت شکل می گیره و شما ببینید که یک جای دی میره یک جای تی میره یک جایی که واولا تغییر میکنه. این معمولا افعال است که شکلهای مختلف به خود میگیره. فقط هدف چیست؟ هدف همین است که فعل عمل اجرا میکنه. چی با قاعده باشه چی بی قاعده باشه. خب and some irregular verbs don't change at all. و بعض افعال بی قاعده است که این تغییر نمیکنه. شما ببینید که تکنه که افعال بی قاعده چقدر مغلق تر است. بعضشان به تی، بعضشان به دی، بعضشان به واول تغییر میکنه، بعضشان که تغییر نمیکنه. ماننده سمپل پاس هت هت ضربه زدن پت پت گذاشتن سیت سیت تنظیم کردن The children sit the table every Sunday. ماننده به این شکل تمامشان است که ما افعال زیادی دیگه هم داریم به می شکل که نمونهش است که بعضیان چی نمیکنن؟ تغییر نمیکنن. این هم افعال بی قاعده است ولی شکل ها چی نمیکنن؟ تغییر نمیکنن. For regular verbs simply use the ed form of the verb in a positive sentence. بعض افعال با قاعده ما معمولا ایدی شکل ایدی را استفاده میکنیم در جملات مثبتش. البته بیشتر هم گفتم که وقتی جملات مثبت استفاده میکنیم ما شما فعل ایدی میگیریم که شکل دوم فعل میشه. وقتی که ما رو به گذاشت به سواله تبدیل میکنیم در استفاده میکنیم پس اونمو دو با چی میشه بدت میشه. یک شکل از افعال بی قاعده است که دد دو اون رو به خود دی گرفته و شکل افعال فعل از بین میبره دوم جا از بین میبره پس شکل اول به خود میبره. مانند I did work work نمیتونه شما گفتن. When I was a child اون یک فیل برتون پلی نشته کرده. When I was a child I چی؟ سعی کنید یه بات شما معمولا خانه خالی بوده I played the piano. وانگا وقتی که من طفل بودم کامه I played the piano ما پیانو بازی میکردم یا بازی کردم. دونا اون فیل در بینش هست visit. پس ببینید که زمان ساده اگر بود visits میشه ملاقات میکنه تاول نکدن. اگر بایم دونا was played as piano says نه دونا visit دونا visited Paris. پس فعل ما چی شد؟ فایل فعل و تکمیل کننده یا حالتش عبارت شد. پس چی میکنه؟ این هم مکان است که دونا ایرا ملاقات کرده. Be careful with spelling change. معمولا کوشش کنین که همیشه شما را میگیم که در زمان وقتی که استفاده بگیریم فعلا را متوجه باشین که بعض اوقات که بعض دبل تی میده spelling زیر خوب دقیق باشین که البته که باز یک مفهوم دیگه هم میده. For irregular verbs, use the correct past tense form in positive sentence. We use the same form with different subjects. ما بعضی برای بعض افعال بی قاعده ما درست شکلهای گذشته positive در جملات استفاده میکنیم. معمولا اما افعال بی قاعده است و بعض افعالش درست استفاده میکنیم در جملات مثبت ولی با فایل های مختلف، مضامین های مختلف، اشخاص مختلف. مثلا Unfortunately, these forms must be memorized. ما قبلا هم بر شما گفتم که بدبختانه نیست که ما افعال بی قاعده را باید ما زیاد کنیم چون محدود است. ما نمیتونیم که این را مثال بانیم این را زیاد کنیم چون افعال با قاعده زیاد است و ما نمیتونیم که زیاد کنیم. ولی معمولا در افعال بی قاعده زیاد بخاطر شود که
چون لست داره باز ما تفکیک زیرا با ده حال دفعه باید بفهمیم مانند last week I you letter sin اینا رو ببینید که این sin با تی ختم میشه گذشتهش چی میشه؟ از دی با تی تبدیل میشه از این خاطر این افعال باید ما تزیاد کنیم که افعال بی قاعده ما با دی هم خلاص میشه با تی هم خلاص میشه و بعض اوقات با واولاش هم تغییر میکنه این یا باید کلش از یاد شد چون باز ما بعدن سر از افعال بی قاعده با قاعده بحث میکنیم اینجا دیگه گفته The students خانخانی in English exam have they a great job do secondly sent it فعل ساده ما که سند است بدیز با تی ختم شد این باید از یاد چمه از شکل گذشته هفت چی شد؟ هفت شد اونه بدی ختم شد did it a great job پس چی شد؟ شکل گذشته دو دید از که اونه مو گفتم که وقتی که بدی هم خلاص میشه بدی هم خلاص میشه یا چیست؟ افعال بیخواده است که عزیزا شما بازید این نخورین که این بعض افعال بی قاعده هم بدی خلاص میشه شما نگین که ما ولی خب قبلا خوانده بود افعال با قاعده دی ختم میشه نه خیر این یک لست داره باز ما شما اینو بعدا سر از این بس میشه For negative sentence use برای جملات منفی ما استفاده میکنیم did not در زمان گذشته یا didn't استفاده میکنیم or دادن استفاده میکنیم اختصاریه معمولا اختصاریه شما عزیزا ببینید که اینجا ما با یک اپوسترافی استفاده اگر اپوسترافی رو ما در جمله استفاده نکنم کاملا جمله ما غلط پس ما در حقیقت اگر کسی لول دو خود نباشه یکی اس اپوسترافی داریم یکی اپوسترافی داریم اول اگر اپوسترافی به باز اس به ای سینگولر است این به نام اپوسترافی اس یاد میگیریم که احمد بک مشخص و مکلف میکنیم کتاب مربوط احمد مثل این مفرد اگر اس بیایه باز اپاسترافی و این به نام اس اپاسترافی این برای پلورال اسمای جمع استفاده میشه پس اینجا به این معنی میده که اختصاریه وقتی که ما دد داریم یه دد مکمل آمده نات وقتی که حرف او را از اینجا حذف کردیم بازی قسمت بچه او ما اپاسترافی گذاشتیم یعنی جانشین او را استفاده کردیم یعنی به این معنی میده که اپاسترافی که ما جانشین او را یعنی امی خود معمولا امی اپوسترافی نمایندگی از حرف حذف شده میکنه اینجا موازی خود استفاده میکنیم پس فارم بیس فارم انفینیتیف چون انفینیتیف باز ما شما بعدا میخوانیم که تو جمع یک ورب بازور باز ما شما چی میگه مصدر میگه معمولا شما سر از این فکر نکنید فقط چی سکت اینجا ما از کلمات did not یا آ یا didn't استفاده میکنیم ماننده I went to work yesterday. I didn't go to work yesterday. چون قبلا ما شما سر از بس کردیم پس چی شد؟ اینجا didn't شد فعل اصلیش گو آمد شکل دوم به فصل حالت حوال سر خورد. دیروز ما وظیفه نرفتم. خب عزیزا این بود تعریف اول زمان گذشته که ما شما سرش بس کردیم و بعض موضوعات گفتنی بود که گفته شد درباره افعال و خود زمان گذشته میمونه تعریف دوم از یک انشاءالله بخیر در آینده نگر زندگی بود در کلاس های بعدی بود ما شما سر از بحث میکنیم که تعریف دومش چی است آیا با قید مکرر این خواهر میتونیم استفاده کنیم بعض مسائل دیگه است که باز ما شما انشاءالله و تعالی که ما ایرا مورد بحث قرار میدیم تا ویدیوهای بعدی درس های بندی شما را به خداوند کریم رحیم سپاریم موفق باشید و سلام